الرحمن الرحیم. به نام خداوند پروانه های قشنگ. سلام دوستا، امیدوارم حال شما خوب و زیبا و عالی باشه و مثل همیشه لبخند داشته باشین، پر انرژی باشین، قوی باشین و همیشه خوشحال باشین. دوستان نازنین، خیلی زیاد خوش اومدین در برنامه خودتان و این روز زیبا، این روز سه شنبه را تاییدن به بسیار خوبی خوشی سپری کرده باشین و ما خیلی خوشحال هستیم که شما در کنار ما هستین و بیننده برنامه زیبای خودتان هستین و شما هستین که زیبایی در برنامه همگی در برنامه خود ما میبخشین. دوستا خیلی زیاد خوش اومدین در برنامه خودتان و تا آخرین لحظات با ما باشین. با نام و یاد خدای مهربان سلام به شما دوستای خوب و نازنین. انشالله که هر جایی که هستین تنتان سالم باشه و لبخند همونطور که مریم جان گفت به لبای نازنینتان جاری باشه. دوستای خوب و نازنین، خیلی خوشحال هستیم که با ما هستین و تا آخر هم با ما باشین دوستای نازنین. بله روبا جان، بله. من بیشتر چند بار گفتم سه شنبه دوستای بله. میفهمه که در روزای سه شنبه چه اعتمای خوبی داریم. یکیش چی است؟ شگفتی های آفرینش. بله دیگهش؟ خب کمال رستم است که مریم جان برای ما یه نصیبه جان برای ما و دوستای ما یک رسم زیبا میکشم. اول خوب است که در باره شگفتی های آفرینش بگیم و طبق معمول دوستای ما خبر داره که ما هر سه‌شنبه در باره یک حیوان، یک پرنده زیبا، یک حیوان زیبا در باره چیکار میکنیم؟ معلومات میگیم، صحبت میکنیم. بله تا اینکه بتونیم معلومات همگی ما بالا بره در باره همین حیواناتی که ما میخوایم که انتخابش میکنیم و حرفای میزنیم در باره‌شان. روبا جان امروز هم میخواییم درباره یک حیوان بسیار جالب و زیبا صحبت کنیم. یک حیوان خیلی زیبا و جالب که یکی از مشخصات او، من کمی نقل بدم برای دوستای خود پیشا پیش. میخوای رهنماییشان کنی؟ بله که حد بزنن که چه حیوانی است. شاخهای خیلی جالب و بلندی داره. بله و شاخهایشان هم خیلی خیلی زیاد قدرتمند است. دقیقاً. بله. خب شاید دوستای ما بعض حیوانات رو پیش خودشان نام گرفته باشن که ببینیم ما چقدر حدسشان هم کاملا درست است. بله دوستا حدستان کاملا درست است. ما امروز میخواییم که درباره گوزنها معلومات بگوییم. چقدر خوب، گوزنها. پس چیکار کنیم؟ با ما همراه باشید تا امروز درباره گوزنها خیلی معلومات جالب و جذاب را با هم دنبال کنیم. بله رو بابا جان. بله. اما تو که ما شاخشه گفتیم واقعا شاخهای عجیب و غریبی دارد، بسیار بزرگ است. بله دقیقا. و تقریبا کم کم اگه طرفش ببینیم شباهت با آهو داره خودی گوزن. بله اما شاخهاش خیلی بلند است. بله ولی بله، این گوزن است دوستا، این آهو نیست. درست است اینه که آهو رو با گوزن اشتباه نگیریم و اینا شاخهاش واقعا خیلی خیلی بزرگ، شبیه درخت، بسیار مثل چوب درخت بره. بله. معلوم میشن دقیقا. خب شروع کنیم معلومات ما. بله خب شروع کنیم. بله خب دوستا چقدر این گوزها جالب هستن. درست است که معلومات شروع کنیم که دوستای ما زیاد منتظر نمانند. درست است؟ بله. میگه که این گوزها از جمله حیوانات گیاهخوار هستن و ظاهرشان خیلی زیبا و وقتی که اینا حرکت میکنه، عمل میکنه یا را میگرده بسیار چابک و تیز را میرن و دیگه که و با تکامل طی میلیون ها سال، میگه یک میلیون ها سال گذشت و گذشت تا که اینا تانستن با این شرایط سخت زندگی خودشان سازگاری بتن، یعنی سازگاری پیدا کنن. بله. و دیگه که این حیوان میگه بسیار آرام و نجیب و خیلی مقبول و زیبا هست. چرا میفهمی چرا زیبا هست؟ به خاطر که شاخهای بسیار مقبول زیبایی داره. بله و دیگه ای که سرعتشان که ما گفتیم خیلی سرعت خوبی داره، وقتی اینا عمل میکنن، وقتی که اینا را میگردن یا میدون خیلی با سرعت را میرن. و دیگه ای که وقتی که اینا، یکی از مهمترین ویژگیاش است که وقتی که شرایط خیلی پر استرس باشه، مثلا خطر دنبالشان باشه، اینا چیکار میکنن؟ اون دو قسمت بیشتر تواناییشان رو به کار میبرن و بیشتر خیلی تیز تیز چیکار میکنن؟ را میگردن و میدون تا اینکه بتونن جانشان رو نجات بدن. و دیگه یک جالبیتش است که اینا میتونه که میدهشان می ساخته شده که بتونه امی مواد غذایی مثل گیاها، اینا چون گیاهخور هستن، گیاها مثل برگ چیزای درخت ها وقتی میخورن اینا مثلا دمیدشان هضم شه کده بتونه و بتونه که زندگیشون رو پیش ببرن. بله و بیایم در مورد مشخصات ظاهری گوزن ها صحبت کنیم. و بله یکی از مشخصات ظاهری خیلی بارز و قابل دید شاخهایشان است. بله وقتی ما از گوزن صحبت میکنیم دقیقا متوجه بیشتر روی شاخهایش میشیم. درست است؟ بله همطور که در اولم گفتیم. و اما یک سری خصوصیات بین انواع گوزنها وجود دارن که یعنی در همه گوزنها به یک قسم است.
که او عبارت از معده چهار قسمتیش هست. همطور که مریم جانم گفت، خب چون از گیاهای مختلف استفاده میکنن این خیلی کمک میکنه، یعنی که این معدهشان خیلی قابلیت خوبی را داره. و همچنان دو سومی که روی هر پایشان قرار دارن، پاهای باریک و کشیده، و همچنان چی؟ رنگهایشان که با سه رنگ خیلی دیده میشه. یک رنگ سرخ هست، خاکستری است و رنگ قهوه‌ای سیاه هست. بله. یعنی سیاه هم معلوم میشه تقریبا. بله. خاکستری، درست است؟ خاکستری، بله، دکس یک قسم سیاه رنگ معلوم بله. میشه. و بسیار جالب هستن. بله. بابا جان خودت گفتی که شاخهایشان. و اول ما گفتیم شاخشان. گفتیم شاخشان یکی از ویژگی های خاص همین گوزها میباشه. بله. خوب از درباره شاخهایشان بیشتر توضیح بدیم. بله درست است. رو بابا جان یک چیز میفهمی؟ چی را؟ امی که شاخهای به خاطر که اگر ما بتانیم تشخیص بدیم یک گوز نرست یا ماده از روی شاخشان میتونیم تشخیصشان بدیم. اما چطور؟ بله. خب شاید که یک نوعشان شاخ داشته باشه و یکیش نداشته باشه. آفرین رو بابا جان. بله. آفرین. به خاطر است که گوزهای نر شاخ داره ولی خوب. گوزهای ماده شاخ نداره. یعنی در تمامشان هم قسمی نیست؟ نه رو بابا جان، اتو در تمامشان نیست. بعضشان یک قسم هستن، بعضی گونه هایشان. ولی یک گونه شان که هستن گونه گوزن شمالی که هست. میفهمی چه قسم هست؟ چه قسمی؟ هر دویشان شاخ داره، هم نر شاخ داره و هم مادهشان شاخ داره. و بسیار مشکل است که ما بتونیم تشخیص بدیم. یعنی که فقط گونه شمالی؟ بله، گونه شمالیشان هر دویشان شاخ دار هستن. و یک گونه دیگه شان گونه آبی میگن، گوزن گونه آبی. میفهمی چه قسم است؟ خب شاید ای اصلا شاخ نداشته باشه. آفرین. اصلا هم شاخ نداره، نه نرشان شاخ داره و نه مادیشان شاخ داره. خب مریم جان چی رو بابا جان؟ پس ما چه قسمی بفهمیم که این گوزن هست، از کدام نوعش هست؟ رو بابا جان اینا کس میفهمه چی داره؟ بجای شاخ دندان داره، دندان آجی شکلی داره که ما میتونیم از دندانهایشان تشخیص بدیم که اینا گوزن هستن. چقدر جالب. به خاطر اینکه گوزنها تنها مشخصه خیلی بارزی که دارن شاخهایشان است، پس بهتر است که در مورد شاخهایش بیشتر معلومات بدیم، درست است؟ بسیار خوب میشه. خب شاخ گوزنها از سه قسمت تشکیل شده. از کدام سه قسمت؟ کدام؟ قسمت استخوان عادی، قسمت پوستی و همچنان رگهای خونی که باعث شده این شاخها در زمان یعنی در زمانی که رشد دارن به او اندازه‌ای که می‌خوایم برسن. ببین مریم جان، رشد خیلی زیاده. بله. کنه تا اینکه قدرتمند شه. دقیقاً. و یه چیز جالب این است که می‌فهمی چی است؟ اینکه گوزن‌ها بعد از یک سالگی شروع می‌کنن به چی؟ شاخ در آوردن. یعنی بله. که از اول شاخ ندارن. بله، چقدر جالب. وقتی بله. اینا متولد می‌شن شاخ در کار نیست دیگه. بله، دقیقاً. بله. قسمی. بسیارم. اینی چوچیش گوز شاید باشن. بله. چون شاخ ندارن. چون شاخ ندارن. یعنی قبل از یک سالگی هست، درست؟ بله، بله. و دیگر رو بابا جان. بله. وقتی که اینا میگه که وقتی بخواهن اگر جفتگیری کنن، گوزن ماده بیبی با اینا جفتگیری کنن، به همین شاخهاشان خیلی نقش داره. میفهمی چه قسم؟ خب من امجان به نظر من اگه یک میان برنامه ببینیم بعدش بگوی چطور است؟ بسیار خوب میشه. بریم با هم یک کارتون ببینیم دوستا، دوباره برمیگردیم. با ما باشید. بله دوستان خوب و نازنین، خیلی خوش آمدین و تشکر که با ما همراه هستین. پس با ادامه میتونیم ادامه صحبت‌های خود. بله رو بابا جان. بله. پیش درباره شاخهاشون گفتیم و بله دو مورد دیگه میگم دیگه. از شاخها خلاص میشیم. وقتی که ناشاخ دارن نشان دهنده صحتمندی و سلامتیشان است و دیگه که نشان دهنده قدرتشان است. وقتی گوز شاخ داره اینه که صحتمند است و قدرتمند است. یعنی هر چقدر که امتداد شاخهاشون بلند باشه نشان دهنده است که این گوز چیز سالم و سلامت. بله. و قوی است. بله چقدر جالب. بسیار هم جالب است. بسیار بیم طرف خصوصیات رفتار گوزها که اینا چه خصوصیاتی دارن. بله. میگه که وقتی که اینا گوزها وقتی که بخواد زندگی کنن از یه جا به جای دیگه نقل مکان کنه و حرکت کنه بره، اینا به صورت گله‌ای میرن. بله. به صورت گله‌ای. بله. و به خاطر اینکه غذاشون رو پیدا کنن، به خاطر اینکه از خودشان محافظت کنن در مقابل دشمنای خود، اینا در گله‌های کوچک یک جای میشن و حرکت میکنن و میرن از یک منطقه به منطقه دیگه. و در جاهایی که جمعیتش زیاد باشه، دیگه منابع غذاییشان زیاد باشه و دیگه که اونجا گوزها زیاد باشه، اینا گله های بزرگ را تشکیل میتن و بعضشان هم که هستن ذاتن مهاجر هستن، اونا میتونه که حتی صدها کیلومتر طی کنن و راه برن و از یک جای به جای دیگه. بله. یعنی که اینا خیلی اجتماعی هستن. بله. خب مریم جان به خاطر که اجتماع زنده یک جای زندگی میکنن، یک
چیزی حتما لازمه اینها هست که بتونه همدیگر رو پیدا بکنن، درست است؟ بله. و گوزن ها برای ایجاد ارتباط که از همدیگر دور نشون جدا نشن از دو شاخصه خیلی خوبی برخوردار است. یک حس بویایی خیلی خوبی داره، یک مثلا میتونه که از این طریق همدیگر رو پیدا بکنن و یک هم صدایشان است که چقدر جالب. بله، گوزن ها در قسمت چشمشان یک غده بویایی داره که وقتی که مثلا توسط پایشان اینی خارش میدن یا در هر جایی که مالیده میشه یک رایحه یک بوی خیلی خاصی را منتشر میکنه در هوا تا اینکه گوزن هایی که در اطراف هست چیکار کنه، به اونها نزدیک شه و رمه یا گله خود پیدا بکنه، که همچنان این روی پاها و کف پاهایشان هم همچنان یک غده هست که میتونه اینها را به همدیگه چیکار کنه، نزدیک کنه. چقدر جالب هست، کلش از برکت قدرت خداوند بزرگ. دقیقاً منم جان، همه حیوانات همین قسم یک ویژگی هایی را داره. بله رو بابا جان، حالا بیاین طرف محل زندگیشان که اینا در کجاها پیدا میشن و زندگی میکنن. چقدر خوب. بله، می گوز ها تقریبا در همه قاره ها، خصوصا در قاره آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، اروپا و آسیا پیدا میشن و زندگی میکنن. و دیگه ای که گوز ها در جنگل هایی که برگریز باشن، که برگای زیاد در روی زمین بریزه و در جاهایی که بارانی باشه، گرمسیر باشه و تالاب ها و چمنزار ها، چون غذایشان گیاه و سبزه هست، در اونجا بیشتر پیدا میشن. پس مریم جان، قسمی که در اولم گفتیم چون گوز یک حیوان گیاه خوار هست، پس ما میفهمیم که یعنی یک گستره یا تیف غذایی خیلی زیادی داره. بله. میتونه که از انواع برگ درختان، از میوه ها، گل درختان و حتی چمن و علف های خیلی ریز و خوشمزه استفاده کنن. چقدر جالب است، حتی از میوه ها هم استفاده میکنن. بله مریم جان. بله رو بابا جان، حالا بیم طرف دشمن گوزن ها که دشمنشان گیاه میتونه باشه. دارن؟ 100% رو بابا جان. خب من حدس میزنم یکی از دشمنایش گرگ باشه. آفرین، حدست کاملا درست است. بله، گرگ ها میتونه دشمنشان باشه، خرس ها میتونه، ببر ها میتونه و حیواناتی که خیلی خیلی بزرگ هستن میتونه که دشمن اینا باشه و اینا را شکار کنه و بخوره. و بعضی از حشرات و حیواناتی که خیلی کوچک هستن میتونه که از لاشه اینا استفاده کنه. بله، وقتی که اینا خیلی خرد هستن، یعنی که چوچه هستن، خیلی کوچک هستن، بیشتر مورد شکار دیگرا قرار میگیرن، مثل همه حیوانات بزرگ دیگه. بله، اما یک خوبی دیگه را هم داره مریم جان. چه خوبیه؟ میفهمی؟ گوزن ها میتونه که خیلی با سرعت بدوه. بله. و حتی در هنگام خطر از جاهایی که خیلی بلندی باشه و امکان ما مثلا بگیم که شاید نمیتونه این کار انجام بدن، اما میتونن که بپرن و تقریبا میتونن به اندازه 9 متر جهش داشته باشن در هنگام خطر. بله، و گوزن دم سفید میتونه با 48 کیلومتر در ساعت بدوه و این جهش رو که گفتیم یا پرش رو که گفتیم خیلی زیاد است مریم جان. متر. بله. 9 متر. فکر که از این تاو قسمته. دقیقا. و همچنان یکی از دشمنایش میفهمی چی بوده؟ مثلا همه شکارچی هایی که مثلا میخواه حیوانات را شکار بکنه، یا بعضی وقتها به دلیل ای که چی ندارن؟ مثلا مواد غذایی کافی ندارن. اینها بله. هم میتونن که مشکلاتش باشه. بله، چقدر بد. بله. حالا بیم طرف تولید مثل بله. گوزن ها. دقیقا. میگه که گوزن مادر دوره بارداریش از 6 تا 8 ماره میباشه. بله. و از وقتی که چوچه به دنیا میاره 1 تا 2 تا چوچه به دنیا میاره، این که گوزن کوچک به دنیا میاره. بله. و دیگه که گوزن مادر وقتی که به خاطر می چریدن بره، امی گوزن های کوچک این چوچه های خود در جاهایی که سبز زیاد باشه اونجا پوت میکنه، پنهان میکنه تا اینکه از دست شکارچیان دیگه در امان باشن. بله. تا اینکه خودشان بزرگ شوا و خودشان بتونه با مادرشان یک جا طرف شکار بره. بله، شکار نه، البته طرف غذا. بله، و وقتی هم که به دنیا میاد چوچه‌اش خالدار هسته و این خیلی خوب هسته به خاطر که از شر دشمنا یعنی در امان هسته. بله. و همچنان بعد از 5 و 2 یا 5 ماهگی چیکار میشن؟ مادر اینا رو از شیر میکشن و اما تا 1 سال با هم هستن کنار مادرشان. بله، چقدر جالب است. و دیگه طول عمرشان میفهمی چند است؟ چند است مریم جان؟ 12 سال است. اما به خاطر از اینکه اینا بیشتر شکار میشن و بعضی در مرز خطر هستن و صدمه میبینن، شاید بعضی از انسان ها اینا شکار کنن، طول عمرشان حتی به تا 5 سال شاید برسه، شاید هم از که کمتر برسه. بله، چقدر بد. بسیارم بعد است رو بابا جان، کاش کسی دیگه اینا شکار نکنه. بله، خیلی زیبا هستن، در طبیعت خیلی مهم هستن. پس سعی کنیم که برای همه توصیه کنیم چی تا اینها را نگهداری کنه، اذیتشان نکنه، شکارشان نکنه. بله.
بله و انشالله که معلومات امروز ما بر دوست ما جالب تمام شده باشن. انشالله امیدوار هستیم. بله بله دوست نازنین، این بود از برنامه امروز ما. انشالله بله. که از معلومات امروز با همدیگر لذت برده باشیم. تا برنامه بعدی شما را به خدا یکتا می‌سپاریم. خدا نگهدار. بله دوست نازنین، با نسبه جان همراه باشید.